هفتمین روز مرداد ماه برابر با 29 ژوئیه، سال 1327 خورشیدی برابر با 1948 میلادی، اولین حضور ورزشکاران ایران در المپیک جهانی در لندن، کاروان ورزشی ایران برای نخستین بار در 14 دوره بازی‌های المپیک که در لندن برگزار می‌شد شرکت کرد. در ابتدا قرار بود بازی‌ها در نیمه اول مرداد ماه آغاز شود. ورزشکاران ایران و انجمن تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک تا هفته اول خرداد ماه هنوز هیچ کاری انجام نداده بودند و مسابقه های انتخابی صورت نگرفته بود. پولی هم نبود تا مقدمات امر فراهم شود و از این حیث کمیته ملی المپیک به شدت نگران بود. اعضای این کمیته دائم در جوش و خروش بودند و نمی دانستند جواب کمیته تشکیلاتی المپیک لندن را که هر روز برای دریافت برگه های نام نویسی تلگراف می فرستاد چطور بدهند. ورزشکاران هم در این وضعیت بسیار ناامید و حسرت زده بودند و تمرین نمی کردند. بالاخره با تلاش تیمسار جهانبانی، رئیس وقت انجمن ملی تربیت بدنی، مجلس 3 میلیون ریال به این امر اختصاص داد و اردوهای تیم ها برای حضور در المپیک راه اندازی شد. بالاخره پس از چند ماه التهاب، کاروان ایران متشکل از 38 ورزشکار و 14 سرپرست عازم لندن شدند. اعضای کاروان ایران عبارت بودند از تیمسار جهانبانی رئیس هیئت اعزامی، ابوالفضل صدری رئیس کمیته ملی المپیک، دکتر علی کنی، حسن صادق رئیس فدراسیون وزنه‌برداری، نصرت الله حاج عظیمی رئیس فدراسیون ژیمناستیک، عبدالله نادری رئیس فدراسیون بوکس، احمد ایزد پناه نماینده انجمن تربیت بدنی، سرهنگ مصطفی بهارمست نماینده انجمن ورزشی ارتش، دکتر علی زاهدی پزشک، محمد شعاع عکاس، حسین قلی آتاشه ورزشی نویس ایران در لندن، سائین بیک مربی تیم کشتی آزاد، کاظم رهبری مربی بسکتبال، تقی وسالی مربی ژیمناستیک و 38 ورزشکار در رشته های وزنه برداری، کشتی، بسکتبال، بوکس، ژیمناستیک و تیراندازی. سال 1360 خورشیدی برابر با 1980 میلادی، فرار بنی صدر رئیس جمهور پیشین و مسعود رجوی سرپرست گروه مجاهدین خلق به فرانسه. پس از آنکه مجلس شورای اسلامی به بنی صدر رئیس جمهور وقت به اتهام همسویی و همکاری با گروه مجاهدین خلق، دامن زدن به تشنجات و درگیری ها در کشور، کوتاهی در دفاع از مرزهای ایران در دوران جنگ و عدم ممانعت از تجاوز ارتش بعث عراق به مرزهای کشور، رأی عدم کفایت سیاسی داد و آیت الله سید روح الله خمینی نیز او را از ریاست جمهوری عزل کرد، وی برای مدتی به یک زندگی مخفی روی آورد و پس از آن به همراه مسعود رجوی با چهره و لباس مبدل از کشور خارج شد و در پاریس اقامت گزید.